در اون بیانیه مریم آمده بود که آخه مگه اینجا یک بیابان خشک و لم یزرع نبود که مجاهدین خودشون پول لوله کشی آبش رو پرداختن؟ حتی یعنی دریاچه و پارک و مسجد و مدرسه و دانشگاه و موزه و پناهگاه های زیرزمینی و سالن های هنری و اینها رو شما ساختید؟ یک شهری است که الان منابع رژیمی میگویند، نه ما، رژیم میگه. از روی خبرگزاری ولایت فقیه به نام مهر 5 دی میخونم، میگه که اردوگاه اشرف در استان دیاله از دهه 80 میلادی مقر منافقین بوده و طی این مدت میلیاردها دلار برای افزایش امکانات اردوگاه اشرف و رفاه منافقین هزینه شده است. تا جایی که در این اردوگاه اراضی کشاورزی، کارخانه، امکانات نظامی و تبلیغاتی و ماهواره‌ای و و, و و و و وجود دارد. پس این دیگه اقرار دشمن دیگه. به همون اندازه که حق حاکمیت عراق محترم است و ما هم حرفی نداشتیم و نداریم، ولا که استقبال نمی کردیم از نیروهای عراقی، ولا که این امکانات رو بهشون نمی دادیم، ولا که نمایندهشون نمی پذیرفتیم، ولا که نمی گذاشتیم سگش بیاد بو بکشه، ولا که انگشت نگاری نمی کردیم، ولا که مصاحبه نمی کردیم. به همان اندازه که پس حاکمیت عراق محترم است، حق مالکیت افراد هم بر داراییشون و اموالشون و خودروشون محترمه. خب آمریکا میتونه به خاطر منافع خودش در جنگی که همین آقای اوباما گفت که یک جنگ ابلهانه بود، منبعش هم آسوشیتد پرس 12 اوت 2010، حرف خودشه. سناتور حریری مگه نگفت که بسا بیشتر از ویتنام این بزرگترین اشتباه سیاست خارجی آمریکاست. همین چند روز پیش تلویزیون فاکس نیوز از قول آقای اوباما گفت که این جنگ یک جنگ لعنتی بود. برای همین برخی از عراقی ها مگه با آمریکا نگفتند که سربازاتی که بردی کاش این دولتی هم که آوردی با خودت می بردی؟ در حال به قول فاکس نیوز یک عراقی باقی گذاشت شده داره از هم می پاشه، به هیچ صورت هم نمی شود آرایشش کرد. این جمله اونو میگم ها. آنچه که به ما اما مربوطه، به شکرانه همین پیروزی، به شکرانه همین ایستادگی بر سر صندوق صدق، به شکرانه انقلاب مریم، به شکرانه نقشه های مسیری که برخیش رو مرور کردیم، با همون شاخصی یک بار ایاد جمال الدین گفت که اینایی که میخوان اخراج کنن مجاهدین رو نشوندنده رابطه ارگانیکشون با رژیم ایرانه. شاخص در عراق چون اشغالگرش دیگه الان یک دست رژیم ایران هست، ضد مجاهدین هیچ معنایی جز این که دم یا دنبالچه رژیم است ندارد. ما نقض عهد نمی کنیم، ولی به دقت نقض عهدهای طرف مقابل رو ثبت، اعلام، افشا، خونسا و به ضدش تبدیل می کنیم. چون خیلی واضحه سناریو. بلنگو رو قطع کرده از ساعت 10:30 روز دوشنبه 5 دی، چون اگر نمی کرد که دیگه خیلی بیریخت بود. به جاش مینی کاچوشا وارد کرده. تلاش میکنم که مبادا خسارت انسانی ایجاد کنه، چون خیلی بیریخت خواهد شد. حتی باندهای از رژیم اعتراض میکنن، میگن که در اخبار حتما شنیدین که این موشک ها کار خود مجاهدینه، بس که چون احمقانه است. روزنامه خراسان 6 دی 1390. حمله موشکی به اشرف از طرف خود منافقین هدایت می شود.
خبرگزاری از سومریه نیوز به نقل از منابع پلیس عراق اعلام کرد این حمله صبح روز گذشته روی داده است و این نخستین بار است که اردوگاه اشرف در 4 سال گذشته مورد حمله موشکی قرار می گیرد. این در حالی است که فرمانده اداره پلیس استان دیاله عراق در گفتگو با فارس خبر حمله موشکی به مقر منافقین در عراق را تکذیب کرد و آن را در راستای مظلوم نمایی این گروهک عنوان کرد. در همین حال سید محمد جواد هاشمی نژاد دبیر کل کانون هابیلیان خانواده های شهدای ترور در گفتگو با خراسان تأکید کرد که بحث حمله روز گذشته در زمانی که منافقین به آن احتیاج داشته اند روی داده است و در عراق هیچ گروهی نیست که انگیزه‌ای برای چنین حمله‌ای داشته باشد. هاشمی نژاد افسود وضعیت‌های مشابه این وضعیت در گذشته نیز اتفاق افتاده است و این نشان می‌دهد که حوادثی از این قبیل توسط خود منافقین هدایت می‌شود. دبیر کل کانون هابیلیان تصریح کرد هدف منافقین از ترتیب دادن چنین حملاتی القای این موضوع است که هر گونه جابجایی و انتقال آنها برایشان مخاطره‌آمیز است. به گفته دبیر کل کانون هابیلیان منافقین می‌خواهند از طریق چنین حوادثی فشارها بر دولت عراق را برای عقب نشینی از مواضعش علیه منافقین افزایش دهند و الا منافقین هیچگاه در عراق در معرض تهدید نبوده و همواره در آرامش در این کشور به سر برده اند. ملل متحد اول اظهار بی اطلاعی کرد، بعد که پریروز خوارمشگان و یک نمایندگی شما قویان اعتراض کرد، آقای کوبلر رفت فالال آمری رو دید، مشاور امنیتی مالکی. بعد از این که ما گزارش های موشکزنی اون شب رو داده بودیم، نوبت چهارم رو، مجبور شدند که دهانه بزنند و پنجشنبه شب و جمعه شب موشک پرانی نکردند. اگه کسی فکر کرده با مینی کاتیوشا یا با ترسوندن ما از رو خورخوره دولت عراق میتونه ما رو وادار به کاری بکنه که نه متحد شدیم و جزء خطوط قرمزمون هم هست، سخت در اشتباهه. اینا بلند میگویم که بلند و آشکار میگویم که علاوه بر دوست، دشمن هم خوب و خوب بشنود. کما این که گفتیم در صورت حمله فقط ما نگفتیم، بسیاری دیگر هم گفتند و مرور کردیم. در صورت حمله قطعا ما از حق مقاومتمون با تمام توش و توان استفاده میکردیم. پس چی؟ بازم همینطوریه. اگر این را نمیگفتید، اگر این درس ماندگار را اعلام نمیکردید، در این صورت خب طرف میدید تا جایی که تیغش میبره به حقوق ما تجاوز میکرد و مثل همیشه زیر پا میگذاشت، در حالی که الان با یک موضوع بین‌المللی شده مواجهیم که علاوه بر ورود ایالات متحده و اتحادیه اروپا و سازمان ملل، چنان که خوندم در ابتدا از قول جنرال کانوی، یک مسئله انتخاباتی هم در آمریکا هست. خب حالا ببینیم که آن کس که ضرب العجل گذاشت کدام یکی از طرف این زودتر خسته و فرسوده می شوند و خلاصه عجل کدومی که زودتر فرا می رسد؟ نظر شما چیه؟ C'est moi qui suis ravi et non seulement ravi mais honoré d'être avec vous tous et d'être parmi vous, parmi ceux qui souffrent, ceux qui attendent, parmi ceux qui ont les liens de l'amour qui les rattachent à Ashraf. Ce deadline, quel mot épouvantable, deadline.